خب آقای عقیلی، من میخوام حتما تو طول مصاحبهمون امشب به خود شما هم بپردازم. به هر حال شما یه هنرمند سرشناس هستی، سالها سعید فعالیت میکنید، اما بذارید یکی دو تا سوال دیگه هم در مورد اون دوره فعالیت بانو برکش دارم از شما بپرسم و بعد به اون میرسیم. چه تفاوتی اساسا وجود داره بین فعالیت موسیقی در اون سالها، دهه‌های 20، 30، 40 تا امروز، امروزی که در میلادیش 2010 هستیم و شمسیش 1389؟ والا ببینید، هر دورانی یک خصوصیات خودشو داره. وقتی که یه زمانی میشه که خب موسیقی به اون صورت، وقتی که دوستان 3000 خورده سال در ایران آمدن و موسیقی به صورت آوازی یا مخصوصا اینسترومنت ها خب تکفیر شد و حرام شد، اینا همه جلوه کرد در صدا، یعنی برای خوندن، و اونم به خاطر مسائل بیشتر به مذهبی بود. اینه که بعد از زمان رضا شاه به این طرف، یواش یواش بسیاری از هنرمندان، مخصوصا که انتشارات رادیو به وجود اومد، ترانه هم ساخته شد و غیر از آوازی که خونده میشد که ما از تمام این آوازها رو از تعزیه ها داریم از سالهای پیش، اینه که یواش یواش هنرمندان آهنگ ها و ترانه هایی هم ساختن و هنرمندانی خواننده از جمله همون دلکش و مرضیه و الهه مثلا از پوران اینها آمدن و ترانه خوندن، و خواننده های مرد هم همینطور علاوه بر اینکه آواز میخوندن، مثل آقای بنان، مثل آقای گلپایگانی، مثل محمودی خونساری، اینها هم به ترانه خوانی رو کردن. امروز یه مقدار من کمتر میشنوم کسی که آواز بخونه. خود من در این مثلا کلاسی که دارم در همین لس آنجلس، اغلب وقتی دوستان میان عاشق و دوستدار ترانه ها هستن. کمتر صدایی برای آواز خوندن من دیدم و میشنوم. در ایران هم من بازم میگم چند نفری هستن، ولی نسبت به جمعیتی که اونجا هست الان آواز خوان به اون صورت شاید نداشته باشیم. همه ترانه میخونن و ترانه هم خوبه و پاپ میوزیک هم خب یه رشته دیگه است و اون هم به جای خود. و بقیده من بسیار بسیاری هنرمندان، خانم‌ها، آقایان رو آوردن به مسائل هنری و اینسترومنتال و به اصطلاح مسائل خواندن. خب فکر می‌کنم حالا جواب شما رو یه مقدار بله. این در آینده آیا مشکل ساز نمیشه برای موسیقی ایرانی، اینکه کمتر به موسیقی اصیل ایرانی توجه میشه از سوی جوانای این دوره زمونه؟ فکر می‌کنم یه مقدار، به خاطر اینکه و بیرو در روسی بگم، البته خب موسیقی ایرانی، موسیقی کلاسیک آوازی ما یه مقدار هم غمگین هست، برای اینکه از به اصطلاح تمام اسامی که در گوشه های ایرانی هست همه رو بشنوی، همه آهنگای به اصطلاح اسامی غمگینی داره، و میگم چون به خاطر تعزیه به ما رسیده نمیشه که شاد باشه، برای همین هم است که یه مقدار غم انگیزه و یه مقدار مواقع مختلف شبانه روز میتونید شما اونها رو فقط بشنوین. و اینه که فکر نمی کنم به اون صورت این آواز ایرانی در آینده، اگر خواننده هایی پیدا نشن که بتونن اون رو حفظ بکنن، نه یه مقدار در محجوریت قرار می گیره. خب جناب عقیلی، از این فرصت میخوام استفاده کنم، غنیمتی است که در مورد خود شما بپرسم. اینکه حالا یه اشاره خیلی کوتاه کردید که کلاس هایی که دارید در اونجا، و البته تو این بخش میتونیم یه ذره مشروع‌تر صحبت کنیم چون در مورد خودتون هست، بفرمایید که چه میکنید، این روزها رو چگونه میگذرونید در شهر لس آنجلس؟ بله، در شهر خدمت عرض کنم که خب زندگی که میکنیم طبق معمول همه، و من یه مقدار دارم آهنگ دیگه الان به اون صورتی که شما یه سی دی بزنی که 6 تا آهنگ یا 8 تا آهنگ داشته باشه دیگه، البته این هم از بین یواش یواش داره میره. اینه که آهنگ های تکی رو من به اصطلاح دنبال روش هستم، و الان یه آهنگ انگلیسی خوندم و در آینده هم میخوام آهنگایی که تک باشه، شعری که دوست دارم و آهنگی رو که دوست دارم فقط یه دونه رو به اصطلاح بخونم و بدم دوستان عزیز بشنون. این آهنگی که اشاره کردید انگلیسی هست، چی هست، محتواش چیه و در چه موردی هست آقای یعقوبی؟ این یکی آهنگ چیز هستم که قبلا دین مارتی خونده به نام مارینبا. مارینبا یک آهنگی هست که چند سال پیش، یا تا 40 سال پیش، آقای اسمش هم برادم فرانک سوراتنامیه که دین مارتین خونده بود. من این رو بازخونی کردم با ارکستر جدید، با یک کمی سبک جدید، و در آینده چند تا آهنگ انگلیسی باز هم خواهم. موسیقی فرق نمی کنه، به زبان بین‌المللی زیبای خداییست بنام دو ره می فا سو لا سی، و به هر زبانی که شما بخونید زیباست. مگه ما یادمونه در ایران چقدر آهنگای ایتالیایی، فرانسوی، انگلیسی رو واقعا اصلا حفظ بودیم، همه می خوندیم و
علاقه داشتیم. حالا ممکنه که شعرش مثلا ایرانی نباشه. به هر حال موزیک موزیکه. ولی آقای عقیلی به من حق بدید، بردی از یادم، بردی از یادم دیگه. بدون شک، بدون شک. من این رو 9 ماه هر شب با دلکش عزیز این رو خوندم. اخیراً در این سیدی جدید با خانم هایده من این رو اجرا کردم. بله بله. ولی با دلکش یک میگفتن که دلکش قرار هست که بعد از اینکه بعد از 100 سال که از دنیا میرن یا آهنگی بخونن، اون خاکستر پیری بود که من و اون با هم دو صدای خوندیم، که اون دیگه میگه من نمیتونم بخونم، من خاکستر پیری روی سر سرم نشسته، ولی من دارم تشویقش میکنم که تو هنوز میتونی بخونی. مرغ طوفان دینی از طوفان ندارد. متاسفانه شاید نداشته باشین الان اون رو. آره متاسفانه من اینو شنیده بودم داستانشو، اما متاسفانه نداریم تو آرشیومون و نمیتونیم پخش کنیم. آیا اجرای زنده ای داشتید اخیراً آقای عقیلی عزیز؟ کنسرتی آیا اجرایی داشتید تو سالهای اخیر، تو ماهای اخیر؟ من چند وقت پیش در چیز بودم، در ونکوور کانادا بودم. بله. خب بسیار. استقبال چطور بود؟ خوب بود، خوب بود. بسیار خوب. این رو از این حیث پرسیدم چون یکی از آهنگای شما رو آماده کردیم برای این بخش، می‌خوایم پخشش کنیم به نام وطن. یه اشاره‌ای بفرمایید در مورد آهنگش، آهنگسازش کی بوده و سابقه‌اش و چرا این آهنگ ساخته شده. بله، آهنگ رو آقای دوست عزیزم آقای ایرج فتحی ساختن و در حدود 2-3 سال پیش بود که بعد این رو خوندم و به ویدیوش هم کردیم. آقای بامبوس اینو چیز کرد، بسا ویدیو کرده، البته بعدا پخشش میکنیم. داستان اینه که من هرچی که دارم از وطن دارم همیشه. این یه نوستالژی که دیگه برای هر کسی هست. شما هر جایی که باشین بالاخره اون زادگاهتون رو نمیتونین فراموش کنین، اون چیزی که شما رو ساخت. حالا به خصوص دوران بچگی که زندگی آدم ساخته میشه، آینده آدم بر مبنای اون ساخته میشه، اونش که شما در حال در وطن هستین یا هر جایی که هستین، اون وطن شما میشه. برای اتفاقا من که قبل از برنامه نگاش میکردم شعر قابل توجهی هم داره این آهنگ وطن. بله بله، هم شعر و هم آهنگ ماله. بله گوش. خب تا چند لحظه دیگه آماده است، از شما دعوت میکنم که به این آهنگ با صدای آقای هوشمند عقیلی توجه کنید. برنامه روی خط هستید که امشب اختصاص داره به یادبود بانو دلکش، خواننده سرشناس ایرانی. مهمان برنامه هم آقای هوشمند عقیلی هستند که از لس آنجلس با ما در ارتباط هستند. آقای عقیلی عزیز، سوالی دارم. هرچند نمیخوام بیشتر موضوع اصلا سیاسی بکنم، بیشتر بحث من فرهنگی هنری هست. به هر حال تو سالهای اخیر، تو 3 دهه گذشته، موسیقی حالا یه جورایی جدی گرفته نشده از سوی مسئولین یا تو برنامه ریزی ها نبوده، بودجش خیلی کم بوده و اینها. به نظر شما این، من اسمشو میذارم بیتوجهی، حالا خیلی محافظه کارانه، به نظر شما این بیتوجهی چه تأثیری بر موسیقی ایرانی داره؟
دیگه خودتون فرمودین یه مقدار بی‌توجهیه که خب به هر حال وقتی مشوق نباشه، مخصوصا در کارهای هنری به طور کلی وقتی که مشوقی وجود نداشته باشه به اون صورت پیشرفت نمی‌کنه. حالا در هر کاری البته، به خصوص در مسائل هنری. دیگه شما خودتون جواب خودتون رو خودتون دادین به هر حال. اینه که امیدوارم که یه روز روزگاری مسائل هنر از هر نظر، از نظر شعر، از نظر موسیقی، از نظر مجسمه سازی، از اون چه که بعضی‌ها مثلا میگن ممکنه حرام باشه یا فلان، به روز روزگاری برسه که نه، اینها برای خودش یک هنری هست و جای خودش رو باز کنه در جوامع آینده خودمون و بقیه ممالک. خب برای حفظ این موسیقی، این در حقیقت گنجینه کهنی که به ما به ارث رسیده، چه باید کرد؟ همه حفظ کردن زبان به زبان و الانه که الحمدلله دیگه هم نوت هست، هم ضبط صوت هست، هم تصویر هست، همه چیز خیلی خیلی ساده میشه. کسانی که دارن، خود من مثلا الان بر حسب وظیفه‌ای که داشتم، بر حسب اون چیزی که استادای رو دیدم، تمام ردیف‌های موسیقی ایرانی رو که حالا اسم می‌بزنیم 12 دستگاه کردن، 7 دستگاه کردن، 5 تا بچه‌ها شو فلان اینا، و تمام گوشه‌ها رو در 4 تا سی دی من اینها رو خوندم، اینجا حد دارم و اگه کسی بخواد مثلا استفاده بکنه بدون گوشه‌ها چیه، ابواتها چیه، گوشه‌هاش چیه، دشتی چیه، گوشه‌هاش چیه، اینا همه رو به یادگار گذاشتم از خودم. اینا که اینا در آینده میتونن از این استفاده بکنن. کسایی که علاقه من هستن واقعا به موسیقی ایرانی، اسمش هم نذاریم موسیقی اصیل، موسیقی کلاسیک، موسیقی سنتی، آیا موسیقی ایرانیه؟ بله. این موسیقی ایرانیه، اون ترانه هایی که میخونیم ترانه های ایرانیه. پاپ هم جداست، پاپ میوزیک هم که خب یه رشته دیگه است تقریبا، اونم جداست، ولی این موسیقی ایرانی. حالا چرا میذاریم کلاسیک ایرانی یا موسیقی اصیل؟ اصیل که اصلا معنی نمیده بقیدم. اینه که موسیقی ایرانی که همین 12 دستگاه باشه، مبناش و گوشه هاش، اینو اگه دوستان و اگه علاقه مند هستن و میشنم باید بشنون. وقتی که شما میشنوید بیشتر لذت میبرید. باز من یه شعر دیگه برام شده، جعب آینه، حافظ میگه تا نباشی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. انسان باید آشنا باشه تا بیشتر لذت ببره و برای این که بیشتر باید پخش بشه، بیشتر بشنون. الان متاسفانه مخصوصا در اینجا، خب موسیقی به یه صورت فقط ریتم شده که در مجالس عروسی و نمیدونم بزم و فلان اینها فقط مردم خودشون رو تکون بدن و برخصانه یه چیزی هم بشنن به نام موسیقی. اینم باید بگم البته، خب حرف بسیاره. حالا اگه بخوام یه روزی زمانی بیشتری بود میتونست آدم حلاجی بکنه این مسئله. بله حتما، امیدوارم که در آینده هم فرصت باشه که بیشتر در این مورد صحبت کنیم. این نگاه شما نگاه فراگیریه که بسیار جالبه که همه رو جزء موسیقی میدونید. حالا منم بعضی وقتا استفاده کردم به خاطر اینکه بعضی از بیننده های ما بعضی از چیزها رو با یه عباراتی میشناسن. این عبارات تو این سالها جایگزین شده تو ذهنشون و من گاهن از اون استفاده میکنم. خب آقای عقیلی عزیز، امیدوارم که خسته نشده باشید از اینکه من اینقدر از شما سوال کردم. تریبون در اختیار شماست و اگر صحبتی با بینندگان در ایران و سراسر نقاط دارید میتونید باشون مستقیم صحبت کنید و دیدگاهتون رو بیان کنید. خیلی اولا از شما جناب سیگار خیلی خیلی ممنون هستم که لطف کردی بنده رو دعوت کردی که کم در حال صحبتی داشته باشیم، که همیشه میگن چی میگن گپ و گفت. به هر حال ضمناً به درود میگم به همه هموطنان بسیار عزیز، علاقمندان به موسیقی، علاقمندان مخصوص به دلکش، و امیدوارم که همیشه زنده باشن و همیشه موسیقی های خوب رو بشنون. من هم آرزوی طول عمر دارم برای شما جناب آقای عقیلی عزیز و استعداد دارم که در فرصت‌های بعد هم دعوت من و همکارانم رو در بخش فارسی صدای آمریکا بپذیرید تا بیشتر شما رو داشته باشیم، تا بتونید با بینندگانمون در ایران و سایر نقاط دنیا در ارتباط باشید. از اینکه این وقت رو به ما دادید از شما کمال تشکر رو دارم. بنده همینطور تشکر می‌کنم از شما مجدداً و بدرود به همه دوستان عزیز. خب بینندگان عزیز، تا چند لحظه دیگه برمیگردیم تا بحث رو ادامه داشته.